مخابره عاجل امیر اسماعیل خان و هراتیان. کوریای شمالی پیش از سفر هریس با کوریای جنوبی دو موشک بالستیک شلیک کرد. بیننده های عزیز، درود و سلام بر شما. کوریای شمالی پیش از سفر هریس با کوریای جنوبی دو موشک بالستیک شلیک کرد. اطلاعات روز. با گفته ارتش کوریای جنوبی، کوریای شمالی امروز چهارشنبه ششم میزان دو موشک بالستیک گوتابرد را در سواحل شرقی خود شلیک کرد. درست یک روز قبل از ورود کاملا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به سئول، هریس پس از توقف در ژاپن قرار است به پایتخت کوریای جنوبی برسد و روز پنجشنبه از منطقه غیر نظامی با شدت مستحکم بین دو همسایه بازدید کند. گارد ساحلی ژاپن نیز از آزمایش مشکوک موشک بالستیک خبر داد. این پرتاب درست پس از آن انجام شد که کوریای جنوبی و نیروهای ایالات متحده مانور نظامی در آبهای سواحل شرقی کوریای جنوبی با حضور یک نوع هواپیما بر آغاز کردند. کوریای شمالی روز یکشنبه یک موشک بالستیک دیگر به سمت دریا در سواحل شرقی خود شلیک کرد. هریس ساعت پیش در سخنرانی خود بر روی نوشکن یو اس اس هاوارد در شهر یوکوسوکا در ژاپن گفت، پرتاب روزی یکشنبه بخشی از برنامه تسلیحاتی غیرقانونی است که ثبات منطقه را تهدید و قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند. از سال 2006 میلادی کوریای شمالی مشمول تحریم های سازمان ملل متحد شده است. شورای امنیت به طور پیوسته و به اتفاق آرا در طول سالها برای قطع بودجه برنامه های تسلیحات هسته‌ای و موشک های بالستیک این کشور تحریم ها را افزایش داده است. کوریای شمالی قطعنامه های سازمان ملل را نقض حق حاکمیت آن برای دفاع از خود و اکتشافات فضایی خوانده و رد می کند و از مانورهای نظامی ایالات متحده و کوریای جنوبی و عنوان دلیل بر نیت خصمانه آنها انتقاد کرده است. مخابره عاجل امیر اسماعیل خان با هراتیان. منابع نزدیک با امیر اسماعیل خان می گویند که به زودی هرات گورستان طالبان خواهد شد و مردم شاهد گسترش مقاومت ملی در سراسر کشور خواهند بود. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.